خوشحالم که حالا امروز دوبار سعادت داریم که در خدمت شما باشیم. خیلی ممنون از همه عزیزانی که وقت گذاشتن الان اینجا هستن. من تشکر میکنم که حالا تایمتون رو بالاخره میدونم با هزار خستگی که داشتین الان اینجا هستین. البته این که منم خدا شاهده خیلی درگیر بودم، یعنی از صبح برشم مؤسسه و بوده بوده اومدم و کارهای اینجا رو کردم و دیگه الان در خدمتون هستیم. منم خسته نباشم انشالله، ولی خب همین که با شما هستم خستگیم در میاد. خب بله، چیزی که من میبینم این عزیزایی که سلام علیک کردین تعداد خب سه تا کلاسی که الان اینجا قاطی شده خیلی زیاد نیست این تعدادی که هستیم، ولی خب در صورت ما کارمون رو با همین تعدادی که هستیم دنبال میکنیم دیگه. خب بچه های انسانی که الان تو جمع ما هستن، بچه جون انشالله متوجه شدیم که این جلسه به خاطر چی هست. ما تو ساعتی که بعد از کلاس انسانی ها با کلاس تجربی ریاضی داشتیم، بچه ها به من گفتن که بودجه بندی قلمچی ظاهراً یه دو سه صفحه بیشتر هست از اون چیزی که ما خوندیم. بعد یه مبحث مهمی به نام تک کوئسشن رو داشتیم که خب من نمیدونستم، من فکر میام تا آخر گرامر قراره که قلمچیتون باشه. حالا این جلسه رو به خاطر این همراهتون هستیم که مباحثی راجع به تک کوئسشن بگیم که انشالله برای امتحان روز جمعهتون دیگه به هیچ عذری نداشته باشی به امید خدا. خب فقط این که من فکر کنم شاید یک کمی اگر صبر کنیم این 13 نفری که هستیم یه مقداری بیشتر بشی. حالا یه چند دقیقه هم تعامل کنیم تا که عزیزان شاید به جمعمون اضافه بشن. یه 5 دقیقه زمان میدیم انشالله. تو این حالا 5 دقیقه اگه کسی سوالی داره میتونه بپرسه. بچه های ریاضی تجربی که حالا مبحث رو یه خورده بهتون گفتیم دیگه، یه خورده که خب تقریبا توضیحاتش داده شد، ولی الان خیلی کاملتر و با نکات بیشتری که در مورد تکوستشن داریم در خدمتون هستیم. امیدوارم که مشکل نداشته باشین دیگه. اوکی. خب سوال ندارین عزیزان؟ چیزی نمیخواید بپرسین؟ درس اصلا خوندین برای روز جمعتون؟ دیگه ما این همه تست میزنیم، این همه سوال کار میکنیم، واقعا توقعون از شما این است که سر زبان رو یه درصد خوبی بزنید انشالله. فکر نمیکنم جای گله باشه واسه دانش آموزایی که بخوان زبان رو کم بزنن. ما دیگه فکر انقدر تسهل میکنیم، تشجیع میکنیم، دیگه جایی واقعا فکر نمیکنم واسه گله باشه. خواهشی که ازتون دارم نباشه که زبان رو، چون آخرین درس عمومی هم هست پارسال بچه ها رها میکردن، میگفتن که حالا نرسیدیم سوالاشو جواب بدیم و معمولا هم اینطوریه. من خواهش میکنم که اینطوری نباشه، یعنی یه جوری وقتتون رو تنظیم کنید که به همش برسین، علل خصوص زبان که ما نتایجتون رو چک میکنیم و میبینیم. خب عرض خدمتون که بله دیگه حالا همین تعداد هستین، شروع کنیم ما کارمون رو. از بچه های انسانی چند نفر هستن؟ حالا باز اونا چون اصلا درس رو نگرفتن یه خورده مهمتر هست. غیر از آیناس که دارم میبینم، آیناس محمدی، از بچه های انسانی هیچ کس دیگه نیستش نه؟ بچه های انسانی هیچ کس نیست؟ خیلی خوب. آیناز جان، آیناز محمدی، شما خبر نداری؟ دوستاتون میخوان بیان کلاس نمیان؟ از هیچ کدوم خبر نداری؟ اوکی.
اوکی دیگه آخه الان باید می اومدن دیگه، 6 و نیم قرار بوده شروع بشه. خیلی خب، من اولین تصویر رو براتون آپلود کنم بچه، حالا تا اونای دیگه هم انشالله که به جمعمون اضافه بشن ببینید. خب عزیزان، صبح حالا مطلب تک کوئسچن رو توضیح براتون دادیم که من دیگه حالا تو این فاصله همه رو هر اونچه که فکر میکردم از تک کوئسچن مهم باشه رو براتون رو بورد نوشتم و حالا انشالله که بتونید استفاده بکنید. خب اولا که اصلا تک کوئسچن تعریفش چی هست؟ گفتیم تک کوئسچن ها جملات سوالی کوتاهی هستند که گاهی بهش سوالی تأکیدی هم میگیم. البته جملات سوالی تأکیدی یا جملات سوالی کوتاه هستند که در انتهای جمله گوینده در تأیید حرف خودش از مخاطبش میپرسه. من توضیحش رو اینن پس نوشتم، تک کوئسچن اصلا تعریفش اینه، جملات سوالی کوتاه در انتهای جمله که گوینده در تأیید حرف خود از مخاطب میپرسه، که مثلا میگم که تو گرسنه هستی، آیا اینطور نیست؟ این الان آیا اینطور نیستی که تای جملمون آوردیم رو میخواییم ببینیم چطوری باید بسازیمش. اینو میگن اون سوالی کوتاهه به جهت معنی، در واقع معنیش اینطوریه. خب دو تا نکته رو من همینجا نوشتم براتون در مورد تک کوئسچن یا همین سوالی کوتاه. اول اینکه اگر جمله اصلی گوینده یه جمله مثبتی باشه، از قواعد در واقع تک کوئسچنی هست که سوالی کوتاهش باید منفی باشه، اون تک کوئسچنش باید به حالت منفی باشه. و بالعکس اگر جمله اصلی گوینده منفی باشه، پس سوالی کوتاهه باید مثبت باشه. پس عزیزان اولین مطلب همین رو حواستون باشه در نظر بگیرین که جمله اصلی گوینده اگر مثبت تک کوئسچن منفی و جمله اصلی اگر منفی تک کوئسچن مثبت باشه. این اولین نکته. دومیش این هستش که حتما در سوالی کوتاه باید از ضمیر فاعلی استفاده بشه. یعنی اگر من اسم فاعل دارم حتما ضمیر فاعلی مورد نظر رو ازش بگیرم و تو تک کوئسچن یا سوالی کوتاه هم استفاده بکنم. البته یه مطلب دیگه که حالا اینجا ننوشتم من از قلم افتاده این هست که حتما اون فعلی که دارم باید به شکل مخفف هم نوشته شود. اینو یادم باشه. البته در مورد منفی ها اینطوریه دیگه، مثبت که دیگه مخفف نداره، اما در مورد منفی نوشتن ها حتما اون منفی من به شکل مخفف باشه. یعنی چی؟ مثلا میگم She is a teacher. خب اینجا دارم یه فعل تو بی استفاده میکنم، میگم جمله اصلی مثبته پس تک کوئسچن هم باید منفی باشه. یعنی باشه isn't she. اوکی پس she is a teacher میشود isn't she. منظورم اینه که نباید بگیم is not she، این غلطه. is not she ما نداریم، حتما باید اون فعلای منفی که در قسمت تک کوئسچن استفاده میکنم به شکل مخفف باشه. سلام ریحانه جان. پس این سه تا نکته اولیه رو حواسم باشه در مورد تک کوئسچن. یکی اون مثبت منفی بودن است، حتما حواسم باشه. دومی که فاعل حتما باید به شکل ضمیر فاعلی استفاده شه. مثلا اگه دارم سارا، این سارا تو تک کوئسچن حتما باید بشه شی. عرض خدمتتون که و هم اون فعل منفی هم که میخوام استفاده کنم حتما به شکل مخفف باشه.
فاطمه جان نه حضور غیاب نکردم دیگه من، یعنی حالا خیلی نیازی به حضور غیاب ندیدم، همین تعدادی که هستن رو دارم میبینم چون همه سلام علیک کردن، همینا رو حالا مینویسم به عنوان حاضرین کلاس. خب پس این از اولین قسمت از تک کوئسشن که باش آشنا شدین که اصلا چی هست تک کوئسشن. حالا بریم سراغ ساختن انواع تک کوئسشن یا سوالی کوتاهی که در جمله خواهیم داشت. خب بعدی تعامل بفهمید که من استاید بعدی رو براتون بارگذاری کنم عزیزم. خب من امشب انشاءالله همه اینا رو براتون توی تلگرام هم میفرستم، اگر خواستین استفاده بکنید که داشته باشینشون انشاءالله. خب چقدرم ضعیفه، آپلودش طول میکشه. صبح اوضاع انگار بهتر بود از الان. خب و اما انواع تک کوئسچنی که میتونیم ما داشته باشیم. خب این برمیگرده به چی؟ انواع تکوئسشن ها بالاخره برمیگرده به انواع زمان های فعل هامون و نوع فعل هامون. فعل های اصلی هرچی که باشن، پس نحوه سوالی و منفی هاشون با هم متفاوته دیگه، چون ما در تکوئسشن یا سوالی کوتاه باید نحوه سوالی کردن ها رو بدونیم که چی هست. خب من الان یه 7 مورد اینجا براتون نوشتم، حالا بقیهش هم توی اسلاید بعدی میبینید. سلام نیکان جان، اشکال نداره دخترم، خیلی دیر نرسیدی، یه دونه اسلاید رد شده قبل از این که حالا وقتی فرستادم تو تلگرام حتما چک کن اسلاید قبل از اینو، یه توضیحاتی راجع به تک کوئسشن دادیم، چیز خاصی نگفتیم. خیلی بچه جون ببینید این قسمت رو، اولین جمله‌ام رو با یه فعل تو بی شروع کردم، پس بنابراین حواسم باشه من در تک کوئسشن یا سوالی کوتاه نوشتن ممکنه که با افعال تو بی مواجه باشم، اولین افعالی که ممکنه باش مواجه باشم افعال تو بی هست، درسته؟ حالا این افعال تو بی میتونه این شکلی مثل دوتا سوال اول من تک باشه، میتونه حالا تو اسلاید بعدی احتمالاً هست که میتونه چی باشه، در کنار یک فعل اصلی باشه، برای من زمان مثلا حال استمراری و یا ماضی استمراری رو بسازه عزیزان. حالا در هر صورت وقتی من فعل تو بی داشتم در جمله‌ام اصلا دیگه به چیزی فکر نمی کنم که حالا بعدش چی هست، آیا تنها اومده در کنار فعل هست، هر چی که هست به شرط اینکه فعل تو بی داشته باشم فقط باید با فاعلم جابجا بشه برای اینکه تک کوئسچنش رو بسازم. نگاه کنید عزیزان، سارا is a teacher isn't she، درسته؟ خب چی شد به isn't she رسیدیم؟ تو بی بود، تو بی رو فقط با فاعلم باید جابجا کنم و اونور مثبته، اینور رو باید منفی هم بکنم، یعنی isn't بنویسمش، درسته؟ از اونور سارا چون اسم فاعله، من قاعدم اینه که تو تک کوئسچن باید ضمیر فاعلی داشته باشم، پس میشود isn't she به این شکل عزیزان. دومی چی میگه؟ they were at home، آنها در خانه بودند. خب اینم یک نمونه یه تو بی گذشته هست دیگه، پسته گذشته است، فرقی نمیکنه، بازم من کار خودم رو میکنم، با فاعلم جا به جاش میکنم، اون سمت مثبته، پس تگ من میشود منفی، weren't they، weren't they به این شکل. سومی مورد number three، she could go there. خب حالا تو این قسمت رسیدیم به چی؟ تو این نمونه الان نمونه افعال کمکی و یا مودال هست عزیزان، که حالا من یه مورد از کمکی ها رو بیشتر ننوشتم براتون، حالا فرقی نمیکنه، هر کدوم از کمکی ها رو ما در این قسمت داشتیم، اگر could داریم، will داریم، would داریم، should، must، فرقی نمیکنه، هر کدوم از کمکی ها رو در این قسمت ما داشته باشیم که مثلا پرکاربردترین کمکی توی سوالات ما معمولا will. چرا؟ چون مثلا نگاتیوش میشود want و همینو خیلی از بچه ها نمیدونن، درسته؟ و اشتباه مینویسن. پس بنابراین حالا یا کوده یا ویل هست، هر کدوم از اینا جای کود قرار بگیره، من قاعدم چیه؟ فقط جابجا کردنش با فاعل، مانند افعال تو بی، درسته؟ یعنی بچه هایی که علنن بدونن نحوه سوالی کردن زمان های مختلف به چه شکلی هست توی تک کوئسشن به مشکل نخواهند خورد.
فقط باید اون قاعده های ریزش رو بدونن که چی هست. همین الان من چون مودال رو میدونم سوالی کردنش جا به جایی با فاعل هست، پس جا به جاش با فاعل میکنم، مثبتم هست منفیش میکنم، شیرم که در کنارش مینویسم، پس میشود couldn't she. حالا اومدیم و داشتیم she will go there، چی میشد اون بر؟ میشد won't she. درسته؟ پس اگر چیز داشتم، اگر will داشتم الان به جای could میشد won't، won't she. اوکی؟ این هم ازی. خب مورد چهارم، حالا این چند مورد دیگه تا پایین یه خورده کارمون سخت‌تر میشه از اینجا به بعد رو. نگاه کنید عزیزان، you eat breakfast. حالا وقتی برسیم به جایگاهی که فعل اصلی در جمله‌ام داشته باشم، تک و تنها، البته فعل اصلی یعنی بدون حب و حظ باشه، بدون افعال توبی باشه، بدون کمکی باشه، چون میتونه با اونا همراه باشه دیگه، نه فعل اصلی که یا حال ساده است و یا گذشته ساده است، اینجا چی کار بکنم؟ خب همونطور که میدونیم حال ساده چطوری سوالی میشه بچه؟ زمان حال ساده با دو داز سوالی میشه، درسته؟ با دون تو دازنت هم منفی میشه. خب به محض اینکه زمان رو تشخیص دادم که الان خب این حال ساده است بچه جون، مثلا ایت الان حال ساده است، فاعلش هم چی نیست؟ فاعلش هم سوم شخص نیست، فعلا هم که میبینید اس نگرفته، پس بنابراین میگیم باید از دو برای سوالی کردن استفاده کنیم. و چون این طرف جمله اصلیم مثبته، اون سمت باید چی باشه؟ اون سمت باید منفی باشه، میشود don't you. به همین راحتی don't you. پنجمی، their sister plays tennis. خب این هم دوباره حال ساده هست، اما فاعلمون سوم شخصه. بچه جون من چند بار تا حالا فکر میکنم تأکید کردم که زمانی که یک اسمی با صفت ملکی همراه شد، برای اینکه جمع و مفرد بودن اون اسم رو در نظر بگیرید، هیچ وقت به خود اون صفت ملکیه توجه نکنید. متوجه شدیم؟ مثلا الان یه کار اشتباهی که خیلی از بچه ها میکنن، مثلا میان به دیر توجه میکنن و فکر کنن جمع دیگه. اوکی؟ در صورتی که باید برای تشخیص جمع و مفرد بودن یک کلمه ای به اون کلمه بعد از صفت ملکیم توجه بکنم، مثل این چیزی که الان میبینید their sister، به ظاهر سری که میخونی ممکنه یک کلمه جمعی بشه به نظرت بیاد، در صورتی که به sister که توجه بکنی، sister مفرده یعنی خواهر آنها. خب خواهر آنها ضمیرش چه میشود؟ میشود چی؟ بچه که دقت نکنه زمین رو میاد مینویسه دی. متوجه شدین؟ پس اینو حواستون باشه عزیزان. مثلا یه دونه برعکس اینم تقریبا داریم، ببینید مثلا her sisters یا her brothers به فرض مثال، یعنی زمانی که صفت ملکی تو مفرده ولی کلمه بعدش جمعه. خب ما her brothers رو چی در نظر بگیریم؟ زمیرش رو دی در نظر بگیریم، درسته؟ این نکات ریز رو حواستون باشه زمانی که دارید، چون اینجا ضمیرم باید حتما انتخاب بکنید دیگه برای قسمت تک کوئسشنت، به این نکات ریز حتما توجه کنید. اوکی؟ خب پس their sister plays tennis، الان میگیم فعل جمله حال ساده و فاعل هم سوم شخص. خب حال ساده ای که فاعل سوم شخص باشه با چی باید سوالی بشه؟ با داز باید سوالی بشه، درسته؟ خب دازو دارم، اینور مثبته، طرف تک کوئسشن هم باید چی باشه؟ منفی باید باشه، پس میشوند doesn't she. doesn't she she رو از کجا آوردم؟ their sister میشود she. خب دوتای بعدی هم زمان گذشته ساده هستن عزیزان. he bought a car. خب این چه میشود؟ میگیم bought قسمت دوم فعل بای هست دیگه، پس بنابراین گذشته ساده است. گذشته ساده چگونه سوالی می شود؟ با دید سوالی می شود، درسته؟ خب یه منفی نات هم بهش اضافه کن، منفی بشه didn't he. didn't he، دیدی چقدر راحته؟ یا بعدی I washed my hands. خب wash چیه؟ wash هم یک فعل گذشته منتها با قاعده است، ایدیش به ما نشون میده با قاعده است، درسته؟ چیکارش بکنم؟
همین کافیه دوباره با دید سوالی بشه، فقط یه ناتم اضافه شه. Didn't I. Didn't I. به این شکل. اوکی. خیلی خوب. این از این اسلاید. امیدوارم که اینجا ایرادی نداشته باشیم. پس توی این تصویر چیا رو گفتیم عزیزان؟ انواع عرض خدمتتون که تک کوئسشن ها رو بر حسب زمان، حالا یه سری با توبی ساخته میشن که فقط جا به جایشون با فاعل هست، یه سری توشون کمکی داریم بازم جا به جایی با فاعل داریم، منتها وقتی رسیدیم به فعل اصلی، فعل اصلی دیگه یا گذشته ساده است یا حال ساده، که اگه حال ساده بود don't و doesn't، البته do و does، حالا یا don't و doesn't، و از اون برم اگه گذشته ساده بود did و didn't استفاده میشه. خب فاطمه میگه چرا چهار شد don't؟ don't you عزیزم، don't shoot چیه نوشتی اونجا برای من؟ چرا شد don't you منظورته؟ خب ببین دخترم، به خاطر اینکه eat فعل اصلی، زمانش هم حال ساده است فاطمه جان. خب فعل اصلی که زمانش حال ساده باشه باید پیش خودت بگی با چی سوالی میشه، مگه با دو دا سوالی نمیشه؟ خب از اونجایی که فاعل من یو هست و من میدونم فاعل یو رو باید با دو سوالیش بکنم، بنابراین منفیشم میکنم، میگم دونت، اینور مثبت، ایت مثبت دیگه، چجوری منفی میشه؟ یه دونت اضافه بشه بغلش منفی میشه، درسته؟ دونت همو مینویسم، یو رو هم در کنارش قرار میدم عزیزم. اوکی خب بریم سراغ یه دونه دیگه سلاید. حتما یه دفتر و خودکار جلوتون باشه عزیزانم، که یه وقتی اگر چیزی از قلم میفته توی تصاویر و من خودم بهش دارم اشاره میکنم، اون نکته رو بنویسید برای خودتون. و اما این تصویر ادامه زمان ها رو داریم میگیم عزیزان. خب یه چند تا دیگه زمان رو من اینجا براتون نوشتم، همونطور که میبینید عرض خدمتتون که اولین جمله‌ای که دارید میبینید زمانش چیه؟ خودتون بگین. They had spoken English. زمانش ماضی بعید یا گذشته کامل هست، درسته؟ مگه نه اینکه فرمول گذشته کامل حد به اضافه قسمت سوم فعل بود؟ همون زمانی است که اگه دو عمل داشتیم، اونی که زودتر اتفاق افتاده با ماضی بعید یا گذشته کامل بیان می‌کردیم عزیزان، درسته؟ خب اینو چی کار بکنیم؟ اینو فقط بازم باید با فایلم جا به جاش بکنم، اینو باید پس با فاعل جابجا کنم. زمانی که چی داشتم؟ زمانی که ماضی بعید داشتم. ببینید چون حالا انشالله توی نکته ها بهتون توضیح میدیم، ما هو و هز و حد رو به معنای داشتن هم، فعل اصلی رو برای داشتن هم میتونیم داشته باشیم، درسته؟ که تو اون شرایط فرق میکنه تک کوئسچن ساختنش. پس دخترم اول دقت میکنی ببینی آیا بعد از هو و هز و حد، حالا با هم بگم، من 8 و 9 با هم دیگه دارم میگم، بعد از اینا آیا قسمت سوم فعل نوشته شده؟ خب اگر قسمت سوم فعل نوشته شده، بله، بلا فاصله فقط برای اینکه تک کوئسچنش رو بسازی باید با فاعل جا به جا بکنی، درسته؟ پس الان مورد اول چون مثبت هم هست منفی میشه، میشه hadn't، با فاعل جا به جا میشه hadn't they. اوکی مورد نهمی رو نگاه کن. She has bought a car. اینجا هم من ماضی نقلی دارم. ماضی نقلی هم have و has به اضافه قسمت سوم فعله. درسته؟ خب. عرض به خدمتتون که فقط باز کافیه که اینم با فاعل جا به جا بشه، به خاطر اینکه بعد از has قسمت سوم فعل اومده. حالا من have و دیگه نمونه براتون ننوشتم، ولی دقیقا مانند همین has میشود که فقط اونم با فاعل جا به جا کن. اگر مثبت اون سمت منفیش بکن،
و بنویس. اوکی بچه، نمونه هایی که البته من براتون مثال زدم تمامیشون نمونه های مثبت هست. منفی رو چون اکثرا دیگه خودشون بلدن بچه ها، خیلی کاری نداره، فقط یه ناتو که از روی فعلشون بردارن جا به جا با فاعل بکنن همین ساخته میشه. مثبت ها بیشتر در واقع مهمتر هستند به جهت یادگیری، منفی که کاری نداره. خب شماره 10 و 11 هم چی هستند؟ همونطور که میبینیم تو بی داریم که همراه با فعل اصلی شده، که چی رو برای من ساخته؟ تو مورد 10 هم حال استمراری رو ساخته، تو مورد 11 هم گذشته استمراری رو ساخته. عزیزان خیلی خوب، دیگه من کاری اصلا به زمانش هم حتی ندارم، همین که میبینم تو بیه دیگه اصلا به چیز دیگه فکر نمی کنم، چون تو بیه باید فقط با فاعل جا به جا بشه، اولیش بشه isn't he، دومیش بشه weren't you. متوجه شدین عزیزان؟ پس بنابراین این تصویرم چه چیزایی رو به ما نشون داد؟ یکی حال ساده، ببخشید، یکی گذشته کامل، یکی ماضی نقلی، و عرضم به خدمتون که یکی هم حال استمراری و گذشته استمراری رو. خب حال استمراری، گذشته استمراری چون تو بی همراهشونه فقط با فاعل جا به جا میشن، و از اون برم گذشته کامل و ماضی نقلی و حال کامل هم چون هو و هز و حد همراهشونه، به شرط این که میگید تو جمله چک کنید عزیزان، به شرط این که بعد از هو و هز و حد مثل این نمونه‌هایی که براتون نوشتم قسمت سوم فعل وجود داشته باشه، پس بنابراین فقط باید با فاعل جا به جاش بکنی، اگر مثبت منفیش بکنی، منفیش هم بکنی و بنویسید. خب تصویر بعدی رو من بارگذاری کنم. خب حالا شروع میکنیم از اینجا به بعد دیگه بیشتر همراه ما باشین و حواستون جمع باشه. شاید تا اینجا براتون خیلی راحت بود داستان، از اینجا به بعد میخواییم به یک سری نکات مهم در رابطه با همین تک کوئسچن اشاره بکنیم. خب اولین نکته‌ای که براتون نوشتم این هست، زمانی که در جمله از I am استفاده شده باشه، تک کوئسچن این چه میشود یا سوالی کوتاه آن چه میشود؟ ببینید مثلا مثل I am late. خب من تک کوئسچنش رو به دو شکل میتونم بنویسم، اولی aren't I که فرمال تر هست و پرکاربرد تر هست، دومی am I not. ولی خب از aren't I 99% اوقات از اون استفاده میکنیم، منتها من دوتاشم براتون نوشتم عزیزان، یه وقت حالا تو تستا یه جایی اگه اون یکی رو دیدی تعجب نکنید. پس بنابراین اولین نکته من این هست که من اگر چیز داشتم، اگر از خدمتون که در جمله I am رو داشتم، در جمله tag question هم باید استفاده بکنم از aren't I، aren't I و یا am I not. این در مورد البته فقط I am ها، یعنی مثلا اگر بود I am not تو قسمت جمله اصلیمون، اگر I am not باشه خب اینجا دیگه فقط میگیم am I دیگه، متوجه شدین؟ am I یعنی به این شکل می‌نویسیم. اگه خواستی tag question تو حالت مثبت بنویسی دیگه این کارا لازم نیست، باید همون am I رو بنویسیم. اما اگر به حالت جمله اصلیمون به حالت مثبت باشه که تگمون بخواد منفی باشه، این دو سبکی که براتون نوشتیم رو باید جواب بدین عزیزان. خب این از این اولین نکته‌ای که بهتون گفتیم. بریم سراغ دومین نکته. ببینم چی براتون نوشتم به عنوان دومین نکته. خب نکته دوم رو نگاه کنید عزیزان، میگه اگر در جمله کلماتی نظیر اونایی که نوشتم براتون فلش زدم، never, really, few, nothing, nobody, little, hardly، اگر کلماتی نظیر اینها رو در جمله داشتم، میگه اینا بار جمله رو منفی میکنه. یعنی چی؟ یعنی معنی جمله رو منفی میکنن، بار منفی دارن و معنی جمله رو منفی میکنه. پس بنابراین سوالی کوتاهم رو باید به شکل مثبت در نظر بگیریم، با اینکه خود جمله اصلیمون مثبته ها، به ظاهر مثبته، یعنی که اگر این نکته رو ندونی قطعا برمیداری منفی میکنی اون برمینویسی، ولی چون الان این نکته رو میدونی
اگر دیدی در تستا، حالا سوالاتت، یکی از این کلماتی که الان استفاده شده که باز تاکید میکنم 90% اوقات تو تستا never رو داریم، never و really خیلی زیاد استفاده میشه، ولی حالا بقیهش هم یاد بگیرید. خب از خدمتتون که اگر یکی از اینها رو پس در جملمون داشتیم، اینا بار منفی دارن و معنی جمله رو منفی میکنن، پس تگم رو مثبت در نظر میگیرم. مثل دوتا مثالی که براتون نوشتم، ببینید. She never eats pizza. میگه اون هرگز پیتزا نمیخوره. درسته؟ خب تگش رو چجوری بنویسم؟ eats رو میگم زمانش حال ساده است. درسته؟ و سوم شخصم هست. پس مگه نه اینکه با داز سوالی میشود؟ خب داز رو مینویسم. نیازی هم نیست دیگه منفیش کنم، چون اون بر معنی منفی داره. Does she به این شکل. خب پایینی میگه که they rarely go to park. اونا به ندرت به پارک میرن. باز دوباره بار منفی داره، معنی جمله منفیه. خب چیکار کنم؟ میگم go یک فعل اصلی هست که با do سوالی میشه. فعل اصلیه، حال ساده زمانشن. با چی سوالی میشه؟ با دو سوالی میشه. درسته؟ پس دو رو مینویسم، دیم پشت سرش میارم، بدون اینکه دیگه بخوام این داز و دو رو منفی کنم. درست شد؟ اینم به عنوان نکته دوم عزیزان در نظر بگیرید. خب بریم سراغ نکته سوم. نکاتو همونجور که میگیم عزیزان دونه دونه به خاطر بسپرید، سعی کنید که حواستون باشه، چون چندین مورد هستن اینا رو. البته که باید تایم بذارید روی هر کدومش رو دوباره خودتون بخونید یاد بگیرید، ولی کلن هم هر نکته رو که میگم خیلی قشنگ حواستون اینجا باشه. خب نکته سوم میگه برای سوالی کوتاه جملات امری، خب بیا از چی استفاده کن؟ از will you استفاده بکن. اوکی؟ پس بنابراین اگر من جمله‌ای داشتم که جملات امری بودن، imperative بودن، خب جملات امری چه جملاتی هستن؟ جملاتی هستن که با چیز شروع میشن، با فعل شروع میشن، یعنی فاعل ندارن. مثل این دوتا جمله که من براتون نوشتم، open the door. ها؟ خب اینا رو میگه چیکار بکن؟ اینا رو میگه برای اینکه خواستی ازشون tag question بسازی، اصلا به چیزی فکر نکن که زمان چیه، حالا چی جوریه و فلان و اینا. فقط بیا بگو will you. حالا will you یا توی اسلاید بعدی بهتون میگم، گاهی وقتا هم won't you میتونید استفاده بکنید به جای will you. خب پس این دوتا مثالی که الان براتون نوشتم رو حواستون باشه که میگه open the door will you، یا don't open the door بازم will you فرقی نکنه، یا هم که میگم میتونیم از won't you استفاده کنیم، که البته من تو اون اسلاید ننوشتم، اومدم تو یه نکته دیگه یه توضیح دادم که الان براتون بارگذاری کنم ببینید. خب پس اونو حواستون باشه، از خاطرتون نره تا اینکه این بعدی که تقریبا مرتبطه باهاش هستم توضیحاتشو بدم. اینا هاش عزیزان، ببینید میگه که اگر درخواست مؤدبانه از کسی داشته باشیم میتونیم از won't you استفاده بکنیم. مثلا listen to me won't you. ببینید جمله جمله امره، خب ولی منظورش اینه که درخواست مؤدبانه رو معمولا با won't you میگیم. اوکی؟ ولی واسه اسلاید قبلی میگفت که حالا از will you هم میشه استفاده کنیم. حالا من کلن همه اینا رو، یعنی چه کلن جمله امر وقتی داشته باشی
دیگه کاری نداریم مؤدبانه و غیر مؤدبانش، هر چی که هست یه جمله مأموری، فقط همین که امر باشه، چه به شکل مثبت چه به شکل منفی، شما میتونی از will you و یا won't you استفاده بکنی براش. اینو حواستون باشه. و همینجا براتون اون پایین یه نکته دیگه ای رو هم نوشتم، جملاتی که با let's شروع میشن. خب جمله که با let's شروع میشه میگه سوالی کوتاهش به شکل shall we نوشته میشود، به شکل shall we. مثلا let's go to park shall we، let's go to park shall we. خیلی خوب، پس اینم حواستون باشه، یکی امری ها رو گفتیم و یکی هم جملاتی که با let's شروع میشن. let's رو باید از shall we استفاده بکنیم و برای اسمش چیه؟ اون یکی در مورد امرها باید بیایم از will you و یا won't you استفاده بکنیم. خیلی خوب، این از این. در صورتی که بچه جون کتاب خودتون متاسفانه حالا صبح دیدین دیگه، یه سری بچه های ریاضی تجربی که با هم بودیم، چون این اسلایدار رو من آماده نداشتم و حالا بعدم براتون نوشتم، کتاب واقعا هیچ توضیحی هیچی به ما نگفته از این قسمت، ولی وقتی میریم تو امتحان و تست و اینا میبینیم که او چقدر از همین نکتایی که من دارم بهتون میگم توشون استفاده شده. اینه که خواهشن همش رو دونه به دونه جدی بگیرید. خب نکته پنج رو نگاه کنید، نوشتم حواسمان به تفاوت‌های زیر باشد. چه تفاوتی؟ مخففا رو نگاه کنید، براتون نوشتم she'd eaten food، she'd eat food، she's a good teacher، she's cleaned home. خب الان اگه اصلا اون کلن اون قسمتی که زیرش خط کشیدن با سبز رو اگه اونا رو مثلا نبینید، فقط به اون شید یا شیز توجه بکنید، ممکنه واقعا ندونید که خب الان این مخفف چه کلمه ای هست، من از کجا بفهمم این مخفف چیه که بخوام تک کوئسچنش رو چی بنویسم، درسته؟ و از اونجایی که خب فعل اصلی من نه حال ساده است و اینا، نه گذشته ساده هستش، پس قطعا باید بلد باشم دیگه که این مخففه داستانش چیه، باید اونو بتونم کشفش کنم تا تک کوئسچنش رو بنویسم. خب حالا تشخیصمون به این شکل خواهد بود، اولی مورد رو نگاه کنی، اگر بعد از شید، حالا میتونه شید باشه میتونه حالا فایلای دیگه هم باشه دیگه، فرقی نمی کنه، منظورم اون آپوستروف دی هست که نوشته شده اون مخففه، اگر بعد از اون قسمت سوم فعل رو داشتی، پس یعنی این مخفف کلمه چی بوده؟ had بوده، همون گذشته کاملی که داشتیم یا ماضی بعیدی که داشتیم عزیزان، درسته؟ پس چی کارش بکنم؟ پس باید عرض خدمتون که من باید منفیشم میکردم، had and she مینوشتم، اینو الان خودتون اصلاح بفرمایید، وقت اگه دارید مینویسین hadn't she باید بنویسم، اوکی؟ آخ تا پایین همش رو همین اشتباه کردم متاسفانه، حالا حواسم نبوده همه اینا چون اون سمت مثبتن این بر باید منفی باشن. خب پس بنابراین اولی میشود hadn't she، درسته؟ چه زمانی شد؟ زمانی که من بعد از این مخفف دی که اینجا دارم قسمت سوم فعل رو داشته باشم. خب میام پایینی، پایینی الان بعد از این مخفف دی یه فعل چی دارم؟ یه فعل بیس فرم دارم، بیس فرم دارم، یه فعل ساده دارم، فعل به شکل ساده رو دارم. خب این پس به من نشون میده اون مخفف چیه؟ اون مخفف ووده، مخفف وود هست، درسته؟ منفیشم بکنم wouldn't she بنویسم، درسته؟ خب این از این دوتا مخفف های دی که حواستون باشه چجوری باید چک کنید و تک کوئسچنشو بنویسین. میایم رو مخففای اس. خب یکی بعد از اس میبینی که اصلا هیچ چیزی نیورده، خب هیچی نیورده، یا مثلا میتونست یک فعل آی ان جی دار بیاره بچه ها، مثلا باشه she's cleaning، متوجه شدین؟ she's cleaning یعنی این که اون اس ما مخفف ایزه، متوجه شدین؟ هم از روی اون آی ان جی میتونستیم بفهمیم، حالا هم از این مثالی که من نوشتم ممکن اصلا فعلی نداشته باشیم که باز میفهمیم مخفف چی هست، مخفف ایز هستش. خب
عرض خدمتون که اینو چی کارش بکنم؟ دومی چی؟ دومی اون دومی مخفف اس، زمانی که شما بعد از مخفف اس قسمت سوم فعل رو داشتی، قسمت سوم فعل که حالا اینجا البته با قاعده هم هست داشتی، این نشان میدهد که این مخفف حزه، مخفف حزه و برای من زمان ماضی نقلی رو میسازه دیگه. درست عزیزان؟ پس این دوتا هم تفاوتش رو بدونید، چه زمانی ایزه مخفف اس، چه زمانی حزه مخفف اس، که الان دوباره اون بر باید منفی بشه، ایزن چی؟ هزن چی؟ عذرخواهی میکنم به جهت این تکوشنایی که حالا اشتباهن حالت منفیش رو در نظر نگرفتن. خب اینم از این نکته، بریم سراغ نکته بعدی. الان پیش خودتون میگین وای چقدر نکته داره، ولی تمامی اینایی که میبینید رو من تو تستا خودم دیدم استفاده شده. خب نکته بعدی بذار ببینم که چی هست. خب نکته بعدی، اجازه بدیم نه فاطمه جان چه سوالی داشتی؟ شیدا جان آره واقعا رو به چی گفتی؟ متوجه نشدم، الان اینا رو خودمون منفی کنیم یعنی. آره فاطمه جان ببین من تو اسلاید قبلی فراموش کردم، حالا ممکنه دوباره اصلاحش بکنم، اونو اصلاح شدهش رو براتون توی گروه میفرستم که یه وقت دوچار مشکل نشین دیگه، چون خیلی تونتو اینا رو نوشتم که براتون عکس بگیرم، متاسفانه باید منفی میشد، حالا حالت مثبتشون رو نوشته بودم. آره آینازم میگه که لطفا نسته هر وقت نسته، حتما دخترم حتما، بله حتما امشب میفرستم کسایی که میخوان چک کنن، حالا خیلی زودترم الان بعد از کلاسمو سعی میکنم همه رو بفرستم براتون، چک بفرمایید که استفاده کنید عزیزان. خب نکته بعدی بچه‌ها جون نگاه کنید، در مورد افعالی که سه قسمت آنها یکی است به مثال‌های زیر توجه کنید. خب همونطور که میدونین عزیزان، خواهش میکنم آقای ناز جان، آره شیدا خیلی نکته داره خیلی، حالا یه سریاشو من گذاشتم انشاءالله جلسه بعدی بخوام بهتون بگم. ببینید ما یه سری فعلای اصلی داریم که سه قسمتشون یکیه دیگه، وقتی میخوایم صرفشون بکنیم، مثلا مثل let، مثل cut، مثل put، درسته؟ yes، مثل set. اینا رو کسایی که خونده باشن تای کتابو میدونن که سه قسمت فعل یکیه. خب حالا اگر اینا رو به ما داد، سوال اینه که خانم از کجا بفهمیم الان وقتی این سه قسمتش یکیه، از کجا من بفهمم الان مثلا تو مثال اول she let him go چجوری باید تک کوئسچنش رو بسازم؟ ببینید عزیزان الان یه دونه براتون نوشتم she let him go، یه دونه نوشتم he puts the bag here. خب در مورد البته چیزی که اون نکته انحرافیش در مورد فایل های سوم شخصه، معمولا سوال بخوام بدم اینا رو با فایل سوم شخص بهتون میدن، اولی رو میگیم این الان میشود قسمت دوم فعل یعنی گذشته ساده. خب از کجا فهمیدیم؟ به خاطر اینکه اگر قسمت اول فعل باشه باید اس بگیره، مثل مثال دومیه. اگه قسمت سوم هم باشه که اصلا تنها نمیتونه بیاد، باید حتما همراه یه چیزی بشه دیگه، حالا همراه هو و هزی، هدی، یا اگه حالت مجهول داشته باشه با ام و ایز و آری، چیزی بالاخره باید همراه بشه، درسته؟ با واز و بری. ولی از اون جایی که تک اومده، پس این به من نشون میده این یا حال ساده است یا گذشته ساده است. بچه جون اینو همیشه مد نظرتون داشته باشین، فعل اصلی که تنها میاد، تنها میاد یعنی چی؟ یعنی نه ام و ایز و آر همراشه، نه واز و ور همراشه، نه هو و هز و هت همراشه، هیچ کدوم از نه کمکی همراشه، هیچی، اون فعل یا حال ساده است یا گذشته ساده است، درسته؟ حالا تو این تمرین الان پس از کجا فهمیدیم که مثلا تک کوئسچنش میشه و دیدن چی؟ از اونجایی که اگر let حال ساده بود در مورد she باید اسم میگرفت، باید میشد she lets him go،
اوکی؟ بنابراین با دید سوالی میشه، اون بر مثبته، منفیشم میکنیم و میشود didn't she. اوکی؟ خب ولی پایینی رو نگاه کنید. He puts the bag here. الان این جمله یک جمله حال ساده است. از روی اسش میتونم بفهمم. با اینکه سه قسمت put یکیه ولی چون الان اس داره پس میشود doesn't he. درسته؟ چون باید با داز سوالی بشه، منفیم میشه و میشود doesn't he. اوکی عزیزان؟ ولی اگه بود مثلا he put the bag here، این یعنی گذشته چون اس نداره، بنابراین میشد didn't he. اوکی؟ خب پس اینو حتما حواستون باشه دخترها که اگه سوال دادن بتونید پاسخ بدید در مورد افعالی که سه قسمتشون یکی هست. خب دیگه نکته بعدی، اما نکته هفتم ببینید بچه ها اسلاید رو. اگر فاعل یکی از کلمات زیر باشد در سوالی کوتاه به جای فاعل اون باید از ایت استفاده کنید. خب ببینید مگه نه اینکه ما گفتیم که حتما در تک کوئسچن ها باید چی داشته باشیم بچه ها؟ باید ضمیر فاعلی داشته باشیم. یعنی اگه اسم فاعل داریم حتما باید ضمیر فاعلی داشته باشیم. حالا تو این نکته ای که تو این اسلاید هستش میخواد اینو به ما بگه که گاهی وقتا من یک سری در واقع فایل های مبهم دارم. فایل های مبهم مثل این چیزهایی که براتون نوشتیم هست، مثلا something، مثل everything، nothing، okay. و البته دو تا اسم اشاره من قاطی اینا کردم براتون نوشتم، this و that رو که از اسمای اشاره هستند، okay. هر کدوم از اینا رو داشتیم میگه تو فایل question tag و question بعد از چی استفاده کنیم؟ به جاشون از it استفاده کنیم. حالا البته من یه مثلا نکته دیگه رو که کامل تر باید تو قسمت بالا می نوشتم، اگه فاعل در واقع یکی از کلمات زیر باشه اینا مربوط به غیر انسان هستن، مربوط به اشیا هستن، ضمایر مبهمی که مربوط به غیر انسان میشه، مثل اینا که نوشتیم، مثل something، everything، nothing، حواستون باشه. اینا رو تو تک کوئسچن چیکار کنم؟ از ایت به جاشون استفاده کنم. مثالمو ببینید. Something will be okay. Something will be okay. خب چه اتفاقی میفته؟ ویلو که حتما باید ونتش کنم. مثبته، بعد از خدمتون منفیش بکنم و در ابتدا بنویسم این ونتم. حالا به جای something‌ام از چی استفاده کنم؟ از ایت استفاده کنم. اوکی حالا هر کدوم از بالایی ها رو داشتم فرقی نمی کنه. به جای توی این جمله داشتم باید به جاشون از ایت استفاده کنم. پایینیه میگه اگر فاعل ما حالا یکی از این کلمات باشه که مربوط به انسانه. این پایینیه مربوط به انسانه، یعنی کلمات مبهمی که مربوط به انسان هست رو اگر داشتم به جاشون باید از دی استفاده کنم، که باز من تو این قسمتم از کلمات اشاره دیز و دوزم به همینا اضافه کردم. خب و الباقیشم که someone، somebody، no one، everyone، everybody، هر کدوم اینا رو داشتم، چون اینا همه مربوط به کیه؟ مربوط به انسانه دیگه. هر کدوم اینا رو هم داشتم باید به جاشون از دی استفاده بکنم توی تک کوئسچنم. فقط یه نکته ببینید بچه ها، پایینو تو مثالی که برای این قسمت نوشتم everyone was tired، همونطور که میدونید فعلی که ما در مورد این کلمات مبهم استفاده میکنیم فعل مفرده، درسته؟ خب حالا یعنی همون واز، منظورم واز است، نگاه کن واز باید مفرد باشه. منتهاش اینه که چون میخوام تک کوئسچنم رو به جای مثلا everyone یا هر کدوم از اونها از they استفاده بکنم،
پس دیگه نمیتونم wasn't day بنویسم، درسته؟ خب to be مربوط به day چه میشود؟ میشود weren't day. تو بخش to be حواستون به این موضوع باشه، حالا هم تو بخش to be هم تو بخش استفاده از have و has، اونجا هم چون باید به نکته جمع مفرد بودن توجه بکنید. پس توی این قسمت حواست باشه خانومم، چون که شما به جای این مبهما داری از دی استفاده میکنی، درسته؟ و از اون ور چون فعلی که ما برای این مبهما استفاده میکنیم مفرده، ولی question tagش باید چی بشه؟ یه فعل جمع بشه، جمع همون چیزی که داریم بشه، بعدش از دی استفاده کن که ساختارت درست از آب در بیاد. اوکی؟ گیج نشدین که با این نکته؟ اگه کسی متوجه نشد بگید من یه بار دیگه توضیح بدم، تا نرفتم رو اسلاید بعدی بگین بازم توضیح بدم. خب اینم از نکته هفتم، بریم سراغ نکته هشتم. خب پس خلاصه اون نکته هفتم این شد که در مورد کلمات مبهمی که مربوط به غیر انسان باشه، مثل something، nothing، اینا، و همچنین ضمایر اشاره چیز، کلمات اشاره مفرد یعنی this or that، شما باید به جاشون از it استفاده بکنی. اما در مورد مبهمایی که مربوط به انسان باشه، everyone، no one، یا کلمات اشاره these و those، باید از چی استفاده کنم؟ از دی استفاده بکنم. خب اینم اومد. نکته هشتمو ببینیم چی نوشتم براتون. آها، نکته هشتمم به من میگه که بچه جملات شرطی رو ایشالله یادتونه دیگه. البته توی یازدهمتون هنوز فکر میکنم مبحث گرامر درس دوتون رو بهتون توضیح ندادم که در مورد جملات شرطی هستش. حالا انشالله سعی میکنیم جلسه بعدی از یازدهم یه خوده بهتون درس بدیم. خب اگر یادتون باشه جملات شرطی ساختارشون این بود که ما یک جمله شرط داشتیم، یه جواب شرط داشتیم، درسته؟ حالا اونی که شرط بود توش چی داشت؟ توش ایف داشت، یادتونه دیگه؟ اونی که شرط بود توش ایف داشت، جواب شرط نه، توش استفاده میکردیم از افعال کمکی، از مودال ها استفاده می کردیم، حالا کن و کود و وود و شود و اینها، ویل و اینا تو قسمت جواب شرط استفاده می شد عزیزان، درسته؟ خب این تا اینجا. بعد دیگه انواع شرطی بستگی به چی داشت؟ به زمان فعل هایی که توی شرطی ها استفاده می شد. مثلا یکی حالا حال ساده استفاده می شد، کمکیش هم حالا مثلا اگر will بود، اگر should بود، can بود، برای من شرطی نوع یک رو می ساخت، درسته؟ یا مثلا اگه گذشته ساده رو داشتم در کنار would و might و could و اینا، شرطی نوع دو رو مثلا برای من می ساخت. حالا کار به این موضوع نداریم، اینجا نمیخوایم شرطی رو انواعش رو بشناسیم، میخوایم بگیم فقط اگر جمله شرطی رو داشتیم برای اینکه از روشون tag question بسازیم، از رو جواب شرط بسازیم، یعنی کاری به جمله شرطه که توش if داره نداریم. به فرض مثال ببینید، if you study hard you will pass، درسته؟ خب اون if you study hard میشه جمله شرط من، you will pass میشود جمله جواب شرط من، درسته دخترها؟ خب الان پس از اون you will pass میگه استفاده کن، از اون جواب شرطه که توش مودال استفاده میشه، کمکی استفاده میشه، از اون میگه استفاده کن عزیزم، که الان خب ویله منفیشم بکن won't، اوکی okay. یورم که در کنارش استفاده کن won't you. خب یا مثلا دومی رو نگاه کنید، من با جواب شرط شروع کردم جملم رو، they would be happy if they saw you. خب این شرطی نوع دومم هست، میگه که اون جمله که جواب شرطم هست مودالش چیه بچه ها؟ would. درسته؟ دیگه کاری به شرطم اصلا ندارم،
از رو اون انتخاب میکنم، would رو دارم، not-ام بهش اضافه میکنم، میشود wouldn't. Wouldn't they. Okay. Wouldn't they. به این شکلی که میبینید. این نکته هشتم هم که در مورد انواع شرطی بود که پس از قسمت جواب شرط که توش کمکی داره برای تک کوئسچن هم استفاده میکنم. خب کار ما تقریبا تموم هست عزیزانم. حالا یه ریز ریز یه چیزایی باقی میمونه که اصل مطلب یعنی گفته شد. حالا اون ریز ریز دارم انشالله توی جلسه بعدی در خدمتتون هستیم بهتون میگیم. خب اگر سوالی دارید میتونید بپرسید، من در خدمتتون هستم. اگر نه که من بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. البته دوست داشتم یه چند تا سوال هم از تک کوئسچن کار بکنیم با هم دیگه. نمیدونم حالا خودتون بگید میخواین الان یه چند تا سوال هم انجام بدیم کار بکنیم با هم دیگه بعدش برین، یا که دیگه فرصت ندارید ممکنه کارهای دیگه داشته باشین، بهم بگین بچه‌ها لطفاً. بچه هستین؟ گوش میدین حرفامو؟ خب سوالی ندارین؟ دیگه چی؟ من الان 14 نفر رو دارم میبینم. هیچ کس از این تعداد هیچ سوالی نداره بپرسه؟ خیلی خب. از اینجا به بعد اگر کسی بچه جون کاری داره، کلاسی داره، حالا درس میخواد بخونه، میتونه بره. خب من برای بقیه که حالا میخوام بمونن یه چند تا نمونه مثال میخوام حل کنم. اگر کاری دارید میتونید بچه تشریف ببرید. اگر نه که هستین حالا بله یه چند تا مثال هم با هم دیگه چشم انجام بدیم که بیشتر براتون جا بیفته دخترها. اوکی؟ از قدری تعمل بفرمایید که من سوال براتون بارگذاری کنم. خب این نمونه سوالا از قسمت تک کوئسچن از خدمتون که میخواید یکی یکی قشنگ از خودتون بپرسیم ببینیم که چقدر یاد گرفتین این قسمت رو. اولیش رو آرزو جان میخوای بگی شما دخترم؟ سوال این هست که They aren't going to cut that tree down. خیلی سریع بهمون بگو، تایپ کن برام که تک کوئسچن این چه میشود دخترم. They aren't going. تا شما اینو بنویسی. خب سبا هم دومی رو بگه. You will come to our house tonight. آفرین. اولی می شود are they. درست. به همین راحتی. اولی چی شد پس بچه ها؟ شد are they. چرا؟ چون aren't داشتیم که منفی بود. خب ضمیر فاعلی هم که خودش هست. نیازی نیست کاریش بکنیم. Are they می نویسیم. باریکلا. خب سبا هم گفته دوباره میشود won't you. باریکلا سبا. اینم چون ویله منفیش کنم won't you. درسته. خب فاطمه محمد خانی دخترم میتونی سه رو بگی آسونه ها. These aren't my pencils. These aren't my pencils. هستی فاطمه یا رفتی شما؟ اگه رفتی بگم کس دیگه بگه. فاطمه هستی؟ البته خودت خواستی که مثال حل کنیم. هستی دیگه. خب دخترم آرور دو تا فعل توبی در کنار هم دیگه است. معنی نداره. اگه گفتی چی میشه؟ یکی از نکته هایی که گفتم این توش بود. نه فاطمه آریو نمیشه. همین فکر کنم نکته آخریه که توضیح دادم یا یکی مونده به آخره ببخشید.
گفتیم که اگر از کلمات read و یا rose استفاده بشه به جاش باید از چی استفاده بکنیم تو جمله؟ یادت میاد؟ خب آر که درسته، آر رو باید بنویسیم. اوکی، چون که آرنج داریم منفیه، مثبتش میکنیم، آر رو مینویسیم. اما همین الان توی یکی از تصاویر توضیح دادیم نه دخترم دیس نه، از دی استفاده میکنیم. آها دی، آرزو گفت. ببین فاطمه، از دی استفاده میکنیم. خب پس بنابراین بچه جون چون دیز داریم، حالا دوزم داشتیم فرقی نمیکرد، همین بود. شما باید به جاشون از دی استفاده کنیم. پس جواب میشود آر دی. اوکی خب شیدا هستی یا رفتی دخترم؟ We should take our umbrellas. We should take our umbrellas. اگر هستی شیدا جان پاسخ بده. بکنم رفته شیدا نیستش. خب اونای دیگه که هستن بچا خودتون بگین دیگه، هر کی هر کدومو میدونه بگه بهم. آیناز جان هستی یا رفتی؟ آیناز هستی دخترم. خب شماره 4 رو بگو. We should take our umbrellas. آسونه. Shouldn't we؟ بله کاملا صحیحه. Shouldn't we؟ چون که مودال داریم، کمکی داریم، پس فقط نگتیوش هم بکنیم. Shouldn't we؟ خب نمبر 5 رو نگاه کنید. فاطمه likes playing tennis. خب آرزو جان بگو. فاطمه likes playing tennis. می شود doesn't she. باریکلا. چرا؟ به خاطر اینکه likes فعل حال ساده است، در ضمن فاعلش سوم شخصه، پس حال ساده‌ای که فاعل سوم شخص باشه، مگه نه اینکه با داز سوالی میشه. خب منفیش هم میکنیم، doesn'tش میکنیم و به جای فاطمه هم آفرین باید از she استفاده کنیم. پس میشود doesn't she. خب مرسی. بریم سراغ اون یکی. The ticket costs 5,000 tumans. سبا جان بگو. The ticket costs 5,000 tumans. این هم آسونه. خب سبا نه دیگه. آره از کجا آمد دخترم؟ ما زمانی که تو جملمون توبی نداشته باشیم مثلا حق نداریم توبی بیاریم. توبی زمانی استفاده میشه که تو جمله موجود باشه. ببین سبا جان الان زمان فعل تو چیه؟ costs. زمانش چیه؟ فعل اصلی داری، زمان حال ساده، فاعل سوم شخص، پس میشود چی؟ بگو سری. میشه؟ doesn't دیگه. doesn't چی؟ تیکت هم که میشود eat. doesn't eat. بچه شماره 6 costs میشه فعل اصلی سوم شخص فاعلمون، پس از does استفاده میکنیم، منفیش هم میکنیم. doesn't. ده تیکت رو به جاش چی بنویسیم؟ eat بنویسیم. درسته؟ خب هفتم بگیم. بچه کسی دیگه حضور داره؟ آیناز بعدی رو داره میگه. آیناز جان هفت و یعنی گفتی You paid for dinner at a restaurant last night. نه دخترم. آرن تو از کجا آوردی؟ ای داده بیداد. آها نیکانم هستش. آفرین. اینایی که گفتن didn't you کاملا صحیح هست. درسته؟ آره دخترم گذشته است آیناز جان. خب پس شماره هفت رو که حالا آرزو و نیکان و اینا درست هم گفتن می شود didn't you. چرا didn't؟ به خاطر اینکه paid گذشته است، گذشته فعل پیه، گذشته ساده است. درست عزیزان؟ گذشته ساده با did سوالی میشه. خب مثبت منفیش هم بکن. didn't you. you هم که you هست دیگه می نویسی. خب هشت میگه که we use only 10% of our brain. این هم که خیلی آسونه، زود بگیم با هم چی میشه. بگین همه با هم بگین دیگه، من نپرسم یکی جواب بده، هر کی میتونه سریع جواب بده.
بچه بودو این آسونه. We use. Use. آینا از منظورت از آرنت بی برای اینه؟ آها خب ببینم. یا خدا خرابکاری دارید میکنید و خسته شدید. آها don't be. باریکلا فاطمه. باریکلا. نیکان جان doesn't نیست دخترم. از کی تا حالا doesn't با you میاد؟ آره من میدونم خسته اید دیگه. تا ده حل میکنیم و خدا نگهدار دیگه. خب آره بابا don't میشه دیگه. use میشود فعل اصلی. درسته؟ حال ساده. پس با do باید سوالی شه. با don't هم منفیش میکنم. Don't we. Okay. خیلی خوب. این هم از هشت. نه چی میگه؟ You made many mistakes. وای آیناس شاگرد خیلی خیلی خوبه منه تو کلاس ها. الان نبینید خسته شده. آها. Didn't we. درست شد. درسته. Didn't you دخترم. Didn't you. آره. Didn't you میشه. آفرین همه هم گفتن. Didn't you, didn't we نداریم. You made many mistakes پس می شود didn't you. بله. آخریش هم بگیم. We need one more person to make up a team. We need. این چی؟ We need و چی بگیم؟ بودو بودو آسونه. Don't we باریکلا. باریکلا فاطمه را افتادی ها. Don't we. آفرین. آفرین به همه تو. خیلی خوب دختره گلم. کافیه دیگه تا همینجا شما هستین. تیپ سوالا همین شکلی خواهد بود دیگه. البته اینا تشریحیامون هستش. تو تستم که حالا همین قسمت هایی که میبینید جای خالی هست و ممکنه که چهار گزینه. حالا درستش رو باید انتخاب بکنید دیگه توی چهار گزینه. خب. خیلی ممنونم عزیزای دلم. شما هم خسته نباشین. خیلی ممنونم که حضور داشتین توی کلاس. این وقتتون رو به ما دادین. انشالله در پناه خدای مهربون سعی و سلامت باشین. قربونتون برم. برید به سلامت. شبتون بخیر. خدا نگهدار.